سلام دوستان سند هستم خیلی خوش اومدین به کانال من امروز قراره که با استفاده از یک تکنیکی به نام کمپرس موازی یا پارال کمپرشن ببینیم که چطور میتونیم کاری کنیم که اسنیر چه صدای بهتری بده و باعث بشیم که عملا یک رنگ و قدرت بیشتری به این اسنیرمون بدیم و عملا از اون طریق بتونیم به صدای بهتری برسیم پس با من همراه باشید خب همونطور که مشاهده میکنید توی این ما لاین درامزمونو رو داریم که من وارد یه فولدر کردم اونا رو که دیگه حالا دم نباشه فقط اسنر درام رو آوردم بیرون ازش در واقع همون پارتی که قرار روش کار بکنیم اول ما یه خورده بشنویم دراممون رو ببینیم که به چه صورت کلیتش خب همونطور که شنین کاملا مشخصه که یه درامی واسه گروه گروو متال هستش و ما میخوایم که کلا صدای اسنری این درام رو اگه دقت بکنیم میبینی که به شدت محکم و خیلی کوبش قوی داره قبل از اینکه وارد آموزش بشیم من یه توضیح رو بدم اینکه کلا پارل کمپریشن کارش یه اتفاقیه که عملا بیاد به ما کمک بکنه ما یک سرید اون ضعفایی که صدای مثلا دراممون داره یا حالا اون چیزی که انتخاب کردیم مثلا من اینجا خوب اسن درام رو انتخاب کردم برای وکال برای هر سازه دیگه معمولا بزرگترین کمکی که میتونه به ما کنه این که باعث وز... وضوع صدای بیشتری بشه یعنی عملا به اون کمک میکنه که ما یه صدای قوی تری داشته باشیم و یا گاهی اوقات هم جوری ازش استفاده میشه که ما عملا میایم از اون لاین برای مثلا ایجاد یک افکتی به اضافه کمپرسور که عملا میخوام یه رنگ جدیدی به صدا بدیم یا یه جورایی اون ضعف صدا ضعفی که در واقع صدای سازمون داره بخوام برطرف بکنمش استفاده میشه اما یه داستان مشترکی که بین هر دو تا این حالت ها وجود داره این هستش که توی هر دو تا این, ها... هر دو تا این حالت ما کمپرشن رو داریم یعنی در واقع کمپرشن به صورت خیلی زیاد انجام میشه و بعد این میزان صدای جدیدی که ایجاد شده رو میایم اضافه میکنیم به لاین اصلیمون تا از این طریق بتونیم در واقع قدرت بهتری بهش بدیم خب اه... اول اصلا ببینیم که چطور ما میتونیم این لاین رو ایجاد کنیم و این لاین چجوری باید ساخته بشه ببینید لاین استر من همونطور که مشاهده میکنید اینجا اه... یه لاین مونو و اه... دارم میبینمش حالا کاری که با بکنم این که از طریق میکس کنسولم توی کیوبیس خب به این صورت و حالا توی دعای دیگه میتونه متفاوت باشه من کافی که فقط بیام از روی چنل اسنیرم یک لاین افکتی رو بیام به چنل اسنیرم اضافه بکنم به این صورت که روی لاین اسنیرم کلیک راست میکنم و Add FX Channel تو سلکت Channels رو میزنم وقتی که اینو زدم یه سری مشخصات ازم میخواد که باید پرشون بکنم تو بخش افکت که فعلا کاری نداریم بعد خودمون اضافه میکنیم اما کانفیگریشنش رو باید حتما روی مونو بذاریم چرا چون ما می‌خوایم که یک لاینی در موازات اون لاین با همون مشخصات ایجاد بکنیم با این تفاوت که قراره سری خاصی روش بذاریم پس حتما مونو بذاریمش و در نهایت اسمش هم خب مینویسیم دیگه میتونیم مثلا می اسنیر پارا یا اون پارالل در واقع که من خب اینجا الان اون رو ایجاد کردم کافی که رو اترک بزنم تا ایجاد بشه وقتی که این لاین موازی رو اومدیم ایجاد کردیم دو تا افکت رو من روش اعمال کردم اولی یک افکت سچوریشنه در واقع میخوام که یه مقداری تو بخش بخش‌های بالایی های بالایی می هارمونی ایجاد بکنم و دومی دو در واقع پلاگینی که اضافه کردم یه پلاگین کمپرشن از فاب فیلتر پرو کیو هستش که به ترتیب همه‌شون رو بهتون توضیح میدم اول از همه ففیلتر سچورن من یه حالت دیستورشنی به این صدا اضافه میکنه باعث میشه که در واقع فرکنس های بالای صدای اسنیر من یه مقدار شفافتر بشن به وضوح بهتری برسن خب من اینجا چیکار کردم اول اینکه اومدم یک نوع سچوریشن از نوع وارم تیپ انتخاب کردم خب این سلیقه ایه شما میتونید حالا مدل های دیگه سچوریشن انتخاب کنید سچوریشن تیوب یا امپ فرم یا هر کم شاید به همین میتونید استفاده کنید و بعد از اون اومدم از طریق تون گفتم که نمیخوام فرکانس بیس من خیلی پروسس بشه یا اتفاق روش بیفته واسه همین فرکانس در واقع بیس هم رو کامل بستم و گفتم از مید رنج به بالا رو تو بیا عملا تقویت بکن رو سچوریشن رو اون بخش اعمال بکن و میزان درایو یا اور در واقع این سچوریشن رو 85 درصد زیاد کردم که این عمل باعث میشه که تموم اون باز فرکانسی به میزان 85 درصد سچوریت بشن یا به اصطلاح منایز بشن و هرچه شاید به همین خب وقتی که این کار رو میکنم ببینیم که چه اتفاقی روی صدای اسنر میفته یا این صدا به چه چیزی تبدیل میشه می‌بینید کاملاً یک حالت صدای گز یا یک صدای در واقع خشفرمی افتاده رو صدا که عملا با سچوریت شدن بیش از و درایف شدن بیش از حد اون پارت ما اومدیم اولاً یه سری هارمونی‌های هارمونی به بخش بالا اضافه کردیم پس این از خود در واقع سچوریشن که یک چنین صدایی رو ایجاد می‌کنه حالا کاری که باید بکنیم بعد از این هستش که با استفاده از یک کمپرسور ما بیایم این صداها رو به یک میزان مناسب برسونیم اما یه کمپرسور خیلی عجیب غریب چرا عجیب غریب به خاطر اینکه خب ریشیش رو 9 هستش معمولا ریشیو ها توی سبک حالا متال و راک اینا معمولا بین 3 تا 4 یعنی بیش از اون دیگه خیلی دیگه زیادی کمپرس میشه ولی خب میگم هیچ قانونی وجود نداره که حتما باید همین دو عدد باشه میتونه متفاوت باشه ولی توی پارال کمپریشن ما میخوایم که سیگنالمون رو به حد خیلی زیادی کمپرس بکنیم واسه همین رشیو روی 9 گذاشتم و نی رو رو عدد 18 در نظر گرفتم در مورد کمپرسور هر توضیحی که بوده من یک ویدیوی دارم که میتونید اونجا در واقع تموم این تعاریف رو یاد بگیری که نی چی هستش رشیو چی هستش اتک و ریلیس دیگه من توضیح نمیدم اینجا که وقت ویدیو زیاد نشه و بعد از که رشیو روی 9 گذاشتم و نی روی 18 عملا نی زی... کم و زیاد کردنش باعث میشه که شما یه شیب خطی موقع واسه کمپرشن در واقع تیزتر یا یه مقداری ملایم داشته باشید اتک و ریلیس رو هم تقریبا رو حالت نه خیلی فست نه خیلی در واقع اسلو در نظر گرفتم که یه مقداری اون اولین پارت ترانزینت صدای اسنیرمون بیاد برامون چون ما نمیخوایم که خیلی صدای اسنیرمون توی این بخش کمپرس سری کمپرس بشه میخوام یه مقداری اون اولین لحظه ای که میکوبه صداش بیاد و بعد از گذشت 22 میلی ثانیه ما عملا اون صدا فرکانس ما عادی خودش برگرده تا بتون رفتار عادی خودش رو داشته باشه و حالا باید بیایم صدا اسنیرمون رو ببینیم که چقدر گین ریداکشن داره در واقع گین ریداکشنی که ما تو پارال کمپرشن در نظر میگیریم بین 9 تا 12 هست من خودم 12 در نظر میگیرم چون میخوام پانچی این حالت ممکن رو از کمپرسورم بگیرم پس اول اینو غیر فعال میکنم بعد فعال میکنم ببینیم که عددی که این نوار این قسمت به میده چنده تو بالا قسمتش که بحث دابل قسمت در واقع دابل اسنر هستش میبینید منفی 12 دقیقا هم عددی که خب خودم چون تنظیماتش ست کردم به همون عدد رسیدم شما با تغییر threshold میتونید این عدد رو تغییر بدید یعنی از منفی 12 بیاید رو 9 یا هر چیزی که با کم و زیاد کردنش در واقع این عدد تغییر میکنه خب این دو تا المان ها دو تا از های اصلی بودن که این پارل کمپریشن اسنر ما رو میسازن حالا باید این میزان رو به حدی که خودم احساس میکنم مناسب هستش بیام اضافه بکنم به اسنرم برای این کار چیکار میکنم میام در واقع این صدا رو تا منفی بی نهایت کم میکنم صدای اسنر پارلل رو که ایجاد کردم و بعد کم کم اینو اضافه میکنم تا جایی که احساس بکنم اون در واقع اون صدایی که دنبالش بودم و داره به اسنرم میده نمیخوام خیلی بیش از حد بده چون این صدایی که شنید خب صدای خیلی دلچسبی نیست دیگه صرفا فقط میخوام اضافهش کنیم به اسنر و بعد هر جا که مناسب بودش تو همون عدد این رو میذارمش با هم دیگه بشنویم من اول پلی کنم اسنرمو خب عدد منفی 14 منفی 15 به نظر من عدد خوبیه حالا اتفاقی که اینجا افتاده رو بچه فقط با استفاده از یک سری در واقع هدفون ها یا مانیتور های میکس و مستر میتونید درک بکنید و توجهش بشید ممکن تو دیوایس های دیگه خیلی به چش نیاد چون خیلی اتفاق جزئیه ولی به شدت تاثیرگذاره چرا چون الان اتفاقی که من اینجا میشنومش و دارم احساسش میکنم اینه که صدای ایر و صدای پارت بالایی اسنیر هم خیلی شفافتر و روشنتر شده به اصلا وضوح بهتری پیدا کرده به انتهای ترانزینت صدای در واقع این تیل صدای اسنیر دقت بکنین ببینین که چقدر این پارالل میتونه بهش کمک بکنه و چقدر اون قسمت ها شفافتر و وضوحش بیشتر شده از اینجا می‌بین کاملا اون صدای تیل و صدای ایر و اون برایتنسی که من تو ذهنم بود و کامل دارم از طریق این دریافت میکنم و به همین طریق راحت میتونم این کار بکنم که در نهایت اسنیر من بتونه زمانی که تداخل فرکانسی خیلی زیادتر میشه بتونه بیرون تر صدا بده و یک حس بهتری بده یه مقداری کوبنده تر صدا بده به اصطلاح کلا ما همیشه از پارال کمپرشن همینو میخوایم فرق نمیکنه رو چه لاینی باشه ما میخوایم که فقط ستاپش ممکنه متفاوت باشه روی وکال جور دیگه باشه روی گیتار جور دیگه باشه روی هر ساز دیگه یا هر در واقع اینسترومنت دیگه ای متفاوت باشه در خصوص اسن معمولا به این صورت حالا من این تکنیک استفاده میکنم ممکنه که خیلی دوستان دیگه تکنیک های دیگه استفاده کنم ولی من از این جواب گرفتم واقعا هم خوب بوده مرسی که همراه من بودین و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین خیلی ممنون میشم اگر ویدیو دوست داشتین حتما لایکش بکنین لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و اگر هم محتوای این دوست حتما کانال من سابسکرایب بکنید تا از این طریق اگر ویدیو مشابه با این ویدیو آپلود شده بتونید ازش استفاده بکنید همیشه موفق باشید